چشمانداز روابط آمریکا و عربستان در دوره جو بایدن، آیا در روی پاشنه قدیم خواهد چرخید؟ با سفیر سابق آمریکا در یمن گفتگو خواهیم کرد و از دو میهمان برنامه میپرسیم بایدن با عربستان چه میکند و همینطور آیا ممکن است ایران و عربستان را پای میز مذاکره بکشاند؟ در ادامه برنامه امشب. پرتاب آزمایشی ماهواره بر ترکیبی ایران با استفاده از سوخت‌های جامد و مایع از یک کارشناس نظامی در مورد تأثیر آن بر فعالیت‌های موشکی می‌پرسیم. واکنش گسترده بین‌المللی به کودتا در میانمار، آمریکا به نظامیان هشدار داد که اگر عقب نشینی نکنند تحریم‌ها را برمی‌گرداند. و شورش سهامداران کوچک علیه گرگ‌های وال استریت، آیا دورانی تازه در بازار شروع شده؟ شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. این روزها کاخ سفید برای دربار سعودی مثل کاخ سفیدی نیست که دونالد ترامپ در آن فرمان می‌داد. جو بایدن رئیس جمهوری جدید آمریکا بارها از نوع رابطه آمریکا و عربستان در دولت گذشته انتقاد کرده. البته رابطه عربستان و آمریکا سالهاست که دوستانه و گرم بوده و احتمالاً همچنان در سطح دو متحد باقی می‌ماند. ولی کسی که در مجلس رقص شمشیر با ملک سلمان پایکوبی میکرد و از معاملات بزرگ تسلیحاتی حرف میزد از صحنه قدرت دور شده. همین معاملات و دست باز عربستان در یمن نقطه های انتقاد دولت جدید آمریکاست. عربستان البته میگوید که اسلحه را برای مقابله با ایران میخواهد و بحران یمن هم دلیلی غیر از دخالت های تهران ندارد. ایران طبیعتاً بار گناه را به گردن آمریکا و سعودی ها میاندازد. ولی بایدن با عربستان چه میکند؟ آیا دیپلماسی میتواند تهران و ریاض را هم دور یک میز بنشاند؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از سیاوش اردلان. در عربستان خیلی چیزها عوض شده. از برگزاری کنسرت و حضور آوازخوانان زن در انظار عموم گرفته تا کم شدن محدودیت‌های اجتماعی. چهره عربستان در 3-4 سال گذشته تحت رهبری محمد بن سلمان دگرگون شده. اما بهایی که برای آزادی‌های اجتماعی پرداخت شده از دست دادن بیشتر آزادی‌های سیاسی بوده. سرکوب آزادی‌های سیاسی و بگیر و ببندهای بیشتر از فعالان مدنی و برابری طلب گرفته تا بالاترین شخصیت‌های هیئت حاکمه که برای بن سلمان خطر تلقی می‌شدند. تفریح و خوشگذرانی بیشتر، سانسور و سرکوب شدیدتر. این ترکیب غیرقابل تحملی برای دولت سابق آمریکا نبود که به جای نگرانی از وضعیت حقوق بشر در عربستان سرمست از میلیاردها دلار تسلیحاتی بود که به عربستان می‌فروخت. تسلیحاتی که جنگ یمن را به یکی از فاجعه بارترین بحران‌های انسانی بدل کرده. مسئولیت اخلاقی آمریکا و همینطور کشورهای مثل بریتانیا و فرانسه در جنگ یمن زیر ذره‌بین فعالان حقوق بشر بوده. حالا دولت جدید آمریکا می‌گوید دیگر بس است. میگوید چک سفید امضا دادن آمریکا به عربستان و چشم بستن بر نقض حقوق بشر در آن کشور به پایان خط میرسد. دولت بایدن همچنین قراردادهای فروش اسلحه به عربستان را که دولت ترامپ تایید کرده بود متوقف کرده تا دوباره آنها را بررسی کند. شاید اگر سخنرانی امروز جو بایدن که خطوط سیاست خارجی جدید دولتش را شرح میداد به علت بدی هوا لغو نمیشد، میشد بهتر حد زد که چه تغییراتی در رابطه ریاض و واشنگتن پیش روست. آنهایی که در آمریکا طرفدار سرسختی بیشتر آمریکا نسبت به عربستان هستند، میگویند دولت بایدن باید حتی از دولت اوباما هم که کلی به سعودی ها اسلحه فروخت بیشتر شدت عمل نشان دهد. از طرف دیگر بعضی از کارشناسان هم میگویند اگر فشارهای آمریکا به حدی برسد که موقعیت بن سلمان تضعیف شود، شاید تندروها حکومت سعودی را ساقط کند. آمریکا این را نمی‌خواهد، چون یک حکومت سنی تندرو در عربستان نه از غرب دل خوشی خواهد داشت، نه به حقوق بشر اهمیت خواهد داد و نه به ثبات در منطقه کمک خواهد کرد که وزنه دیگر آن حکومت شیعه در ایران است. پیدا کردن یک راه بینابینی برای دولت بایدن ضروری است. فشار به عربستان به حد لازم اما نه بیش از حد.
اگر چنین ظرافتی ممکن باشد، شاید پایان فاجعه انسانی در یمن هم ممکن باشد. همینطور شاید ادامه آزادی‌های اجتماعی و بیشتر شدن آزادی‌های سیاسی هم ممکن باشد. و شاید پیریزی یک رابطه حسنه با ایران هم دور از دسترس نباشد. سیاوش اردلان، بی بی سی. پیش از برنامه گفتگویی داشتم با جرالد فیرستین، سفیر سابق ایالات متحده در چند کشور عربی از جمله یمن، و از او پرسیدم مهمترین تفاوت سیاست دولت بایدن نسبت به ترامپ در قبال عربستان چه خواهد بود. Well, I think that of course the president on the campaign trail last year من فکر میکنم که جو بایدن بسیار نسبت به بعضی از جنبه های سیاست دولت ترامپ نسبت به عربستان انتقاد داشت، در رابطه با یمن مخصوصا، ولی در بعضی از مسائل داخلی و همینطور قتل جمال خاشقچی. بنابراین نمونه های مختلف و حوزه های مختلفی بود که پرزیدنت بایدن پیشاپیش گفته بود رویکرد آمریکا رو نسبت به عربستان تغییر خواهم داد، ماهیت رابطه آمریکا و عربستان رو تغییر خواهد داد بر اساس نگرانی هایی که نسبت به بعضی از رویه های عربستان در زمینه سیاست خارجی و سیاست داخلی داشت. وقتی مسئله یمن مطرح میشه برای عربستان سعودی، عربستان میگه که دخالت‌های ایران باعث شده که کار در یمن به اینجا برسه. هیچ زمینه‌ای دیده میشه برای اینکه ایران و عربستان در زمینه یمن بتونن فرصتی برای همکاری پیدا بکنند؟ من قطعا امیدوار هستم. من فکر میکنم که باید بتونند هم ایران و هم عربستان اون کاری رو بکنن که شما میگویید، زمینه تفاهم و همکاری رو پیدا بکنن. بحث امنیت در یمن برای عربستان بسیار مهم هست. یمن یک مرز طولانی با عربستان داره و هر اتفاقی در یمن بیفته میتونه در عربستان و در داخل خاک این کشور سرریز بشه، همونطور که در 7 سال گذشته دیدیم. برای همین برای ایران منتها یمن خیلی مهم نیست. یمن دقیقا یک حوزه هست که اگر دو طرف میخوان نگاه بکنن که چجوری بتونن از تنش در رابطهشون کم بکنن، یمن جایی هستش که ایرانی ها میتونن روش با عربستان همکاری کنن. آیا دولت آقای بایدن فکر میکنید که اهرم فشاری داشته باشه برای اینکه بر ایران وارد بکنه و مثلا زمینه نزدیک شدن ایران و عربستان رو فراهم بکنه، یا زمینه تغییر رفتار ایران در منطقه؟ من فکر کنم که یمن رو باید در معادله بزرگتر منطقه‌ای نگاه کرد. دولت بایدن به روشنی دنبال یک راه حلی هستش که بتونه اون سطح تنش در منطقه رو کم بکنه، احتمال درگیری در منطقه رو کم بکنه و سعی بکنه که به طرف یک شرایطی حرکت بکنه که مثلا ایران و آمریکا بتونن با همدیگه دوباره گفتگو بکنن. اما به غیر از این، همونطور که ما از وزیر خارجه جدید آمریکا و همینطور خود پرزیدنت بایدن شنیدیم، مقامات دولت آمریکا خیلی علاقه‌مند هستن که ببینن مثلا عربستان و امارات چجوری میتونن گفتگوهای خاص خودشون رو با ایران شروع بکنن. برای همین در چارچوب تمام این صحبتایی که کردم، در چارچوب کاهش دادن سطح تنش در منطقه، من فکر میکنم که آمریکا، عربستان و ایران شاید بتونن بشینن دور یک میز راجع به یمن صحبت بکنن که چجوری میتونن با همدیگه کار بکنن تا تأثیر بذارن روی تصمیم گیری هایی که خود یمنی ها میکنن، تا بشه به یک راه حل سیاسی برسن. مد نظر هم باید داشته باشن که جنگ یمن واقعا یک جنگ داخلی هست، یک جنگ بین عربستان و ایران نیستش، واقعا یک بحث داخلیه. گفتید کاهش تنش و همینطور بحث فشار بر عربستان سعودی، اگر درست متوجه شده باشم، آیا دولت آمریکا ممکنه که از اهرم فروش سلاح و کم کردن فروش سلاح، کنترل اون به عربستان سعودی
در این زمینه استفاده بکنه، مثلا برای کنترل تنش‌ها در یمن؟ Well, the administration has said that they're going to دولت جدید آمریکا گفته که یک سری از قراردادهای فروش اسلحه از طرف آمریکا به عربستان که در آخر دولت ترامپ اعلام شد مورد بازبینی قرار خواهند داد. این بیشتر دولت امارات رو تحت تاثیر قرار خواهد داد تا عربستان. دولت امارات با دولت ترامپ، دولت قبلی آمریکایی، قرارداد باد که 35 جنگنده از آمریکا بخره با یک سری پهپاد و اسلحه های دیگه، اما قرارداد تسلیحاتی عربستان با آمریکا برای یک سری جنگ افزارهای دیگه هستش، نه سامانه های خیلی بزرگ نظامی. برای همین فکر کنم که دولت آمریکا همه اینها رو مورد بازبینی قرار بده، نوع رابطه نظامی خودش رو آمریکا با عربستان مورد تجدید نظر قرار بده. یک صحبت های شاید در دولت آمریکا باشه که بهتره مثلا سلاحایی که به عربستان میشورن بیشتر سلاحای تدافعی باشن تا تهاجمی، اما فعلا خیلی زود هستش که ببینیم این بازبینی های دولت آمریکا نتیجه چه خواهد بود. به هر حال رابطه امنیتی آمریکا و عربستان یک رابطه خیلی قدیمی و دیرپا هستش که از زمان جنگ جهانی دوم شروع شد و برای هر دو کشوری رابطه مهمیه. وقتی در مناقشه یا کشمکش میان ایران و عربستان وقتی به این کشمکش نگاه میکنیم، به نظرتون در شرایط فعلی کدوم طرف در موقعیت بهتری هست، ایران یا عربستان سعودی؟ Well, I think that both of them looking at their situation. من فکر میکنم که هر دوشون دارن وضعیت خودشون رو میبینن و هر کدوم فکر میکنن که دست بالا رو دیگری داره و مشکل ما هم همینجا هستش که هر کدوم دارن دیگری رو دست بالا گرفتن و کدوم طرف بیشتر احساس خطر میکنه، احساس ناامنی میکنه. ایرانی ها احساس میکنن که مثلا رابطه عربستان و آمریکا داره این کشور ایران رو تهدید میکنه، این بیشتر هست، یا اینکه عربستان میگه خب پیشرفت‌های ایران در یمن و عراق و لبنان یک خطر امنیتی برای ما هستش. اینکه کدوم بیشتر هست واقعا سخته، اما من فکر میکنم واقعا هیچ کدومشون دست بالا رو نداشته باشن. جرالد فرستن بود، سفیر سابق ایالات متحده آمریکا در چند کشور عربی از جمله در یمن. دو مهمان داریم، کاملیا انتخابی فرد، سردبیر وبسایت ایندیپندنت فارسی، و همینطور علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از تورنتو کانادا با ما. سوال اول رو اجازه بدید که از خانم انتخابی فرد بپرسم. جنگ سردی بین ایران و عربستان جریان داره، از نظر شما آمدن آقای بایدن و سیاستی که او دنبال خواهد کرد فضا رو بین ایران و عربستان به کدوم طرف میبره؟ سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان محترم و بینندگان عزیز. آمدن آقای جو بایدن با اون نحوی که بزرگ نمایی بشه بگیم که تغییر عمده‌ای در رفتار ایالات متحده آمریکا با عربستان و سعودی ایجاد میکنه اتفاق نخواهد افتاد. 75 سال رابطه وجود داره بین ایالات متحده و عربستان و سعودی و آمد و شد دولت‌های مختلف دموکرات و جمهوری‌خواه نشان داده که همیشه یک سیاست رو دنبال کردن و اون حمایت از عربستان و سعودی بوده و رابطه هم یک رابطه دو طرفه هست. سرمایه گذاری های عربستان سعودی در ایالات متحده آمریکا بسیار گزاف و کلان هست و از اون طرف هم فروش اسلحه توسط آمریکا به عربستان سعودی باعث رونق و کسب و کار بسیاری از کمپانی ها و سازندگان اسلحه در ایالات متحده آمریکا شده، یعنی ایجاد اشتغال و درآمد کرده. از اون گذشته، از بعد از 11 سپتامبر دیدیم که چقدر رابطه عربستان سعودی و ایالات متحده به سمت مبارزه با تروریسم و همکاری‌های اطلاعاتی امنیتی جلو رفت. تغییراتی که امروز داریم در عربستان سعودی می‌بینیم یک بخشش مربوط میشه به همون توافقات پیشین که مربوط به زدودن افراط‌گرایی اسلامی در این کشور بوده و طبق اون برنامه از عربستان سعودی درها رو به روی خانم‌ها برای رانندگی یا آمده شده زنان به جامعه، دادن مناسک بزرگ به زنان در دولت، اینا رو هم ایجاد کرده. اینا یعنی همه جزء اون توافقاتی بوده که با ایالات متحده انجام گرفته. توقف این توافقات رتبه زیاد امنیتی و اطلاعاتی به ایالات متحده در منطقه میزنه. از طرف دیگه هم میتونیم بگیم که
عربستان سعودی هم خودش رو آماده کرده بود برای تغییری که در ایالات متحده میاد. ما دیدیم که به سرعت در دو هفته مانده به تمام شدن دولت آقای ترامپ، قرار توافق الاولا رو کشورهای حاشیه خلیج فارس، جی سی سی، شورای همکاری خلیج فارس با قطر امضا کردن. اختلافات 3.5 سال خودشون رو کنار گذاشتن، چون لازم داشتن در یک صف واحدی در مقابل ایران بایستن که در روزی که برجام دو روی میز آقای بایدن قرار میگیره با هم دیگه اختلافی نداشته باشن و از یک موضع واحد بتونن صحبت بکنن. بنابراین میخوام بگم که از نظر من بله، هیچ تغییر چندانی رو ما نباید شاهد باشیم. آقای نامور حقیقی، شما چی فکر میکنید؟ با سلام خدمت شما بینندگان محترم و خانم انتخاب فرد. ببینید، به هر حال با تغییر آقای بایدن چه در حوزه سیاست داخلی و حوزه منطقه‌ای و اولویت‌هایی که آقای بایدن برای مسائلش قائله، به خصوص نحوه مهار چین، طبیعتاً همونجوری که آقای اوباما گفت، اونها معتقدن که باید وزن خاورمیانه تو سیاست خارجی آمریکا کمتر بشه و نظم جدیدی جایگزین بشه. این نظم جدید به عبارتی به رسمیت شناختن منافع حیاتی بازیگرانه و در این حال محدود ساختن اونها بر مبنای قواعد بین‌المللی است. یعنی هم با جلوی جاه‌طلبی‌هاشون رو گرفت و در این حال قبول کرد منافع حیاتیشون به رسمیت شناخت. خب در این زمینه مشکلات آمریکا قطعاً بسیار زیاده با ایران، به نام دلایل مختلف، کارهایی که آقای ترامپ کرده و مشکلاتی از قبل وجود داشت. در مورد عربستان هم مشکلاتی وجود داره. یعنی همه این نظام‌ها یک نقاط کوری دارن، یک نقاط قوتی دارن و نقاط ضعفی دارن. در مورد عربستان مشکلاتی که آمریکا داره اینه که دولت آقای بایدن، در آقای اوباما همین مسئله بود، اونها نمیخوان مسئله یمن به این طریق وارد یک چالش طولانی منطقه‌ای بشه که برای این کشورهایی که وارد جنگ‌های طولانی میشن محل پرورش نیروهای تروریستی میشن و نیروهای در گذشتن بوده، افغانستان اینجوری بوده، نیروهای تروریستی القاعده تو این فضاها رشد و نمو میکنن، میتونن سازماندهی کنن و تربیت نیرو کنن. بنابراین حل مسئله یمن برای دولت آقای بایدن اهمیت داره. آقای ترامپ هم دید استراتژیک نداشت، بنابراین فشار بیشتری روی عربستان برای حل مسئله یمن. دولت عربستان در مورد مسئله یمن اشتباه محاسباتی کرد و فکر میکرد سریع مسئله رو حل میکنه و خب در این زمینه به نظر من جاییست که دو کشور میتونن شروع بکنن برای یک دادستان مشترک و نشون دادن حسن نیت، کمک کنن به همدیگه که مسئله یمن حل بشه. نکته دومی که عربستان داره، این رو هم ایران داره، چالش مدیریتی بعد از رهبران سنتی. به هر حال هم در ایران هم در عربستان دو کشور در زمینه در موقعیت انتقال رهبری هستند، به خاطر که رهبری که کنونی دو کشور موسن هستن و ممکنه به هر حال از صحنه سیاسی خارج بشن، چالش های معمولا ایجاد میکنه. حالا مال ایران یه مدل، مال عربستان یه مدل. نکته سوم این که دو تا کشور به عبارتی در یک موقعیت پات هستن در شطرنج. ببینید، نمیتونن همدیگر رو حذف کنن، نمیتونن حاشیه برونن و در این حال نمیتونن وارد جنگ بشن. بنابراین تنها راه حلی که براشون وجود داره این هست که برگردن موقعیتی که علیه این که علیه هم وارد درگیری بشن، بتونن منافع مشترک و همدیگر رو به رسمیت بشناسن و با هم از در صلح و صفا بیان. ورود آقای بایدن یک مقدار موازنه رو تغییر داده، در این حال هم در ساخت قدرت ایران هم در ساخت عربستان هم به این نتیجه رسیدن که این راهی است که میسره و زمزمه هاش رو میشنوید. پیشنهاد قطر هم در این زمینه است، به نظر من میتونه عملی باشه در این زمینه. خانم انتخاب فرد، شما هم میسر میدونید که بین ایران و عربستان فضای گفتگو ایجاد بشه؟ اون چیزی که داریم راجبش صحبت میکنیم، اول از همه که دو کشور با هم حالت تخاصم ندارن. این عربستان سعودی ما ندیدیم در چند سال گذشته حرکتی انجام بده تلافی جویانه علیه جمهوری اسلامی ایران، علیرغم اینکه حوثی ها بارها منافع این کشور رو تهدید کردن و امنیت ملی این کشور رو به خطر انداختن. نکته مهم در این بحث اینجاست که کشورهای منطقه و در رأس اونها عربستان سعودی در چند سال گذشته
به این نتیجه رسیدن که دوستی یا اعتماد به ایران، بزنین بگیم اعتماد نه دوستی، چون حسن همجواری برای تمام همسایه‌ها خوب هست، اعتمادشون رو از دست دادن برای اینکه باور بکنن جمهوری اسلامی قصد داره که رابطه خودش رو به نحو حسنه با جمهوری اسلامی و ایران عادی بکنه. هر بار که بحث از گفتگو و دوستی شده دیدیم که حوثی‌ها حملات راکتی انجام دادن. دو روز گذشته دیدیم که حوثی‌ها حتی ریاض رو هدف گرفتن و گفتن که این موشک‌های ایرانی بوده. نمیتونیم راجع به یمن 100% بگیم که آیا این مسئله مناقشه یمن الان در آمدن آقای بایدن بین ایران و عربستان سعودی حل و فصل میشه یا نه. مهمان قبلی شما به درستی اشاره کردن که گروه‌های قومی و قبیله‌ای دست زیادی دارن در اختشاشات داخل یمن و با هم دیگه در حال جنگ و زد و خورد هستن، که در این بین ایران و عربستان سعودی هم خب البته طرف گروه‌های رو می‌گیرن. اما کنار رفتن قطر از این مناقشه، چون قطر هم بخشی از اون سیاست حمایت از جمهوری اسلامی در کشورهایی بود مثل لیبی، یمن، سوریه، لبنان که حمایت میکرد از گروه‌های شبه نظامی یا از اختشاشگران، الان که میبینیم قطر دوباره در همون صف کشورهای شورای همکاری خلیج فارس قرار گرفته، اصلا این بحران فروکش خواهد کرد. میتونیم بگیم کلید حل معادلات منطقه در همین صلح العلا بود که بین کشورهای حاشیه خلیج فارس و قطر به امضا رسید. این چیزی که آقای بایدن الان میخواد راجبش صحبت بکنه و مهم هست، برجام دو هست: برگشتن ایران به تعهدات قبلیش در مذاکرات هسته‌ای و اون چیزی که عربستان سعودی میخواد. به صراحت ولیعهد عربستان گفت برنامه هسته‌ای ایران، برنامه موشکی و اختلافاتی که ایران در منطقه ایجاد کرده با حمایت از تروریسم موضوعات مورد علاقه اونهاست. در این چهارچوب هست که عربستان سعودی علاقه من هست که بحث سازنده‌ای با ایران داشته باشه. و داریم میبینیم که فرانسه حمایت کرده، کشورهای منطقه از این بحث حمایت کردن. من بعید میدونم که اون اعتمادی ایجاد بشه که بخوایم بگیم بله روابط ایران و عربستان سعودی زیر چتر و سایه گفتگوها با ایالات متحده آمریکا و دولت جو بایدن عادی خواهد شد. خیر آقای نامور حقیقی، مدت هاست که در مورد برجام به اضافه دو گفتگو میشه، یعنی این که در کنار برجام دو موضوع دیگه، حضور منطقه ایران و همینطور توان موشکی ایران بحث بشه. خانم انتخابی فرد میگن که اینها رو باید در کنار هم قرار داد و گذاشت در کنار برجام دو. ببینید برجام، اگه هر چیزی برجام دوی در حقیقت هر چیزی که وارد شرایط جدیدی بشه دیگه اون برجام نخواهد بود، وارد یک مذاکرات جدیدی میشه، عملی نخواهد بود. خود آمریکایی‌ها اینو میدونن. اما آیا گفتگو میان ایران و عربستان امکان پذیره؟ به نظر من امکان پذیره. چرا؟ به دلایل همون که دلایلی گفتم، دو تا کشور نمیتونن وارد جنگ بشن، نمیتونن هم دیگر نهایت بگیرن. انور حقیقی، اگر اینا بخوان صحبت بکنن احتمالاً بر سر نفوذ منطقه‌ای صحبت میکنن که اون هم میشه در چهارچوب حضور منطقه‌ای شخص داره. ببینید در گام اول باعث دو طرف جنگ تبلیغاتشون رو علیه همدیگه خونسا کنن. شما مثلا نگاه کنید مصاحبه آقای ظریف با روزنامه اطلاعات یا اعتماد، مواردی رو اشاره میکنه که به هر حال ایران سعی کرده آفر بده، پیشنهاد بده و حتی گفته من حاضرم آقای سلیمانی هم بیایم پای میز مذاکره که گفتگو کنیم در مورد مسائلی که اختلاف نظر هست. خب به هر حال چه در زمان قبل از آقای ملک سلمان و قبل بعد بهشون گفتن که شما در امور عربی نباید مداخله کنید. ببینید در حال خیلی پیشنهاد ایران قبول نکردن، به هر حال چون فکر می‌کردن نمیشه اعتماد کرد یا موازنه قوا به نفع اوناست. این نکته به هر حال نکته اول اینه که تنش زدایی اولین قدم اینه که از لحاظ کلماتی افراد باید این رو ملاحظه کنن. حالا از لحاظ عربستان آقای ظریف و آقای روحانی مهم نیستن، نیروی حاکمیت مثل آقای خامنه ای، نهادهای نظامی، امام جمعه ها، روزنامه کیهان، اینها شاخصن. بنابراین در قدم اول اگر واقعا به طور جدی ایران توجه نکنه که بازیش رو عوض کنه و این مشکل سیاست خارجی ایران نه در مورد عربستان، در مورد همه جو این مشکل رو داره. حالا در مورد طالبان سعی کردن بازیشون رو عوض کنن. ببینید یه ویدیو VHS دارن، میخوان فیلم DVD بلوری باش نگاه کنن، دیگه کار نمیکنه. باید شما این عوض کنید، باید مسیر جدیدی انتخاب کنید. بنابراین در این مثلا قدم اول تنش‌زدایی در کلمات، قدم دوم بهش میگن ترک تو دیپلماسی، یعنی بایستی یک امکان ارتباطی رو ایجاد کنن. ببینید این ارتباط در سفارت‌ها قطع، گفتگوها یا از طریق کشورهای ثالث صورت میگیره یا از طریق برخی آدم‌ها که خودشون
راه دومی که به نظر من از طریق قطر میتونن یه گفتگوهای کارشناسی رو ایجاد کنن، مثل کاری که فرض کن طالبان با دولت افغانستان کرد، ببینن لیست خواسته هاشون چیه، و سوم اینکه یه نقشه راه تنظیم کنن برای اینکه بتونن به این عملی هست. نظر من دقت کنید، شما صحبت آقای ظریف، دو تا صحبتی که کرده مشخصا و توییت هایی که کرده بعد از اومدن آقای بایدن معطوف به حل مسئله با عربستانه، یعنی نشون دهنده اراده جدیه و ایران هم متوجه شده که بدون حل مسئله عربستان مسائلش در جای دیگه پیش نمیره و به نظر من مهمتر از حل رابطه با آمریکا مسئله عربستان. 30 ثانیه بیشتر هر کدوم از مهمانا وقت ندارم. خانم انتخاب فرد، شما هم امکان کاهش تنش رو در شرایط فعلی میبینید یا نه؟ من میبینم که طرح صلح هرمز طرح تهدید هرمز بود. ایرانی ها با تهدید میخوان دوستی ایجاد بکنن یا رابطهشون رو با کشورهای همسایه خوب بکنن. شما برای اینکه بخواید رابطه رو با کشورهای همسایه خوب بکنین، اول باید قول و عملتون با هم دیگه یکی باشه. اول از همه باید دست از تهدید بردارید، اول از همه باید تجهیز کردن حوثی ها متوقف بشه، بعد از اون بله میتونن گفتگوهای سازنده ای داشته باشن. اسرائیلی ها بعد از 70 سال جنگ و خصومت با کشورهای منطقه موفق شدن رابطه خودشون رو با بعضی از این کشورها عادی بکنن. تنها دلیلش هراس کشورهای منطقه و تهدید جمهوری اسلامی بود. من فکر میکنم کشورهای منطقه کوله بار خودشون رو بستن و از این که بخوان یک رابطه بسیار دوستانه و اون چیزی که آقای نامور حقیقی میفرمایند با ایران داشته باشن کاملا منصرف شدن. اما بله میخوان رابطه عادی بر حسب روابط معتدل و غیر خصومت و تهدید داشته باشن. اون معنیش فرق میکنه با عادی شدن رابطه. آقای نامور حقیقی، شما هم 30 ثانیه وقت داری، جمع بندی کن. ببین، ایران چالش توسعه داره، عربستان هم چالش توسعه داره، ایران چالش جانشین داره، عربستان هم داره، رقابت‌های ایدئولوژیک و سیاسی هم دارن، ولی واقعیتش اینه که دو کشور هم از لحاظ فرهنگی هم از لحاظ منطقه‌ای قرار همسایه هستن و هیچ راهی ندارن جز اینکه بتونن به صلح و صفا زندگی کنن. به نظر من زمینه‌های اشتراک دو طرف برای عادی سازی و نزدیک شدن بسیار وجود داره، چون در قبل در دوره‌های خاتمی هم کردن. مهم اینه که رهبران سیاسی دو کشور به خصوص در ایران یک نگاه جدیدی به اولویت‌هاشون در سیاست‌های منطقه‌ای بگذارن، به خصوص در زمینه اولویت دادن به توسعه به جای سیاست بازدارندگی، بسیار ممنونم، اهمیت دادن به همسایگان به جای سیاست منطقه‌ای. این مسئله رو میتونم امکان داره که بره به سمت بهبود رابطه و ایجاد روابط استراتژیک در زمینه توسعه. سپاسگزارم از علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، و کامیلیا انتخابی فرد، سردبیر ایندیپندنت فارسی. ایران از آزمایش موفق پرتاب یک ماهواره بر ترکیبی خبر داده. وزارت دفاع ایران گفته که موشک سه مرحله ذوالجناح از سوخت‌های جامد و مایع استفاده می‌کند و دارای فناوری قدرتمند موتور سوخت جامد است که در این کشور ساخته شده. گفته شده که این موشک می‌تواند ماهواره‌ای 220 کیلوگرمی را در مدار 500 کیلومتری زمین قرار دهد، هرچند فعلا در سطح زیر مدار آزمایش شده. فابیان هینتز، پژوهشگر مستقل سیاستگذاری امنیت از برلین، با ماست. آقای هینتز پیشتر محقق مرکز تحقیقاتی جیمز مارتین درباره منع گسترش تسلیحات کشتار جمعی بودند. تمرکز آقای هینتز فعالیت‌های موشکی در خاورمیانه و خصوصا ایران هست. آقای هینتز، اخیراً ایران پرتاب‌های ناموفقی هم داشته، دچار مشکلاتی هم شده. آنچه که امروز اتفاق افتاده از نظر شما پیشرفتی رو نشون میده؟ بله، قطعا یک پیشرفت هست، پیشرفتی هستش در یک حوزه کاملا متفاوت از موشک‌های ماهواره بری که تا الان دیدیم. الان گفته میشه که از تکنولوژی ترکیبی استفاده کردن، سوخت جامد و مایع، مفهوم اون چیه؟
این موشک ماهواره بر برای اولین بار از سوخت جامد استفاده کرد. در مرحله اول و در مرحله سوم از سوخت مایع استفاده کرد و این سوختی که ازش استفاده کرد میتونه تأثیر داشته باشه برای کاربردهای نظامی. ایران میگه که این موشک ماهواره بره، میتونه یک ماهواره 220 کیلوگرمی رو در مدار قرار بده. چرا نگرانی ها از ابعاد نظامی اون هم هست اونطور که اشاره کردید؟ ایران تا الان گفته که نمیخواد موشکی رو بیش از برد 2000 کیلومتر بسازه، اما یک برنامه فضایی داره و از فناوری های استفاده میکنه که تا الان کاربرد نظامی نداشته، اما حالا دارن از تکنولوژی سوخت جامد استفاده میکنن که میشه ازش برای ساختن موشک با برد بیشتر استفاده کرد. برای همین بعد آزمایش های بیشتر انجام بدن، اما شما میتونین این موشک ماهواره بر رو به موشک‌های بالستیک هم استفاده بکنید و اون موقع بردش از 2000 کیلومتر بیشتر خواهد شد. محدودیت‌های زیادی علیه برنامه موشکی ایران بوده. آیا این محدودیت‌ها نتونسته اونطور که آمریکا انتظار داشته برنامه موشکی ایران رو کند بکنه؟ نه، نتونستن خیلی محدود بکنن برنامه موشکی ایران رو. این محدودیت ها بسیار ملایم هستند ولی واقعا وظیفه رو برای ایران ایجاد نکرد. حداقل ایران نظرش شاید متفاوت باشه. به هر حال این آزمایشی که الان ایران میکنه شتاب بیشتری میده و این آزمایشی که مشخصا ایران الان انجام داده خیلی مهمه، برای اینکه ایران میخواد نشون بده میتونه موشکای درست بکنه که ورای 2000 کیلومتر برد داشته باشن و اگر فشار از طرف غرب روش بیشتر بشه شاید این کارو بکنه و واقعا موشکای رو بسازه که برای 2000 کیلومتر برد داشته بود. گفتید که این محدودیت ها ملایم بوده، چه کاری باید صورت می گرفته که نگرفته؟ خیلی سخت هست جواب سوال شما رو بدم، برای اینکه وضعیت خیلی پیچیده هستش. ایران متکی هستش به این موشک‌ها برای دفاع از خودش. ایران فکر میکنه برای راهبرد دفاعی خودش احتیاج داره این موشک‌ها، ولی برای غرب این یک تهدیدی هستش. برای همسایگان ایران احساس میکنن که از طرف این موشک‌ها مورد تهدید قرار گرفتن. بعضی موقع حوثی‌ها موشک شلیک میکنن به طرف عربستان، برای همین سخت بشه راه حل پیدا کرد. شاید مثلا اینکه راه حل‌ها محدود کردن مثلا برد موشک ها هستش، ولی کلا فکر میکنم سخته که بشه راه حلی رو به لازم محدودیت ها پیدا کرد. ممنونم از فابیان هینز، پژوهشگر مستقل سیاستگذاری امنیت در برلین. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به فرماندهان نظامی میانمار هشدار داد که اگر قدرت را به دولت ساقط شده در کودتا بر نگردانن این کشور را دوباره تحریم خواهد کرد. بریتانیا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد هم کودتا را محکوم کردند. ارتش میانمار آن سان سو چی رهبر حزب حاکم این کشور را بازداشت کرده و قدرت را به دست گرفته. نظامیان میانمار میگویند در انتخابات اخیر تقلب شده و طبق قانون اساسی آنها حق به دست گرفتن قدرت را برای جلوگیری از فروپاشی وحدت و حاکمیت ملی دارند. این در حالی است که بر اساس قانون اساسی فقط رئیس جمهوری میتواند مجوز چنین کاری را بدهد که حالا خود در بازداشت است. کیوان حسینی گزارش میدهد. مجری تلویزیون ارتش میانمار در نخستین ساعت بامداد دوشنبه آب پاکی را ریخت روی دست همه کسانی که درباره کودتای میانمار گمانه‌زنی می‌کردند. ارتش با انتشار بیانیه‌ای همه شایعات شبکه‌های اجتماعی را تایید کرد و قدرت را در دست گرفت. و سپس این تصاویر پخش شد. کسی که پیراهن سفید به تن دارد، مین سووی نام دارد. یک ژنرال سابق که تا قبل از کودتا معاون رئیس جمهور بود و بعد از دستگیری وین مین، رئیس جمهور میانمار، به عنوان رئیس جمهور موقت در حال خواندن یک متن است. متنی که گویا بر مبنای آن قدرت به مین آنگ هلانگ، فرمانده ارتش منتقل می شود. کمی بعد مین آنگ هلانگ نیز دیده می شود که در حال خواندن یک متن است. او کسی است که در حال حاضر قدرت را در میانمار قبضه کرده. محل فیلم برداری این تصاویر روشن نیست. و این هم تبلیغات در صنایع ارتش میانمار که این ساعت از تلویزیون ارتش پخش می شود. در غیاب رادیو و تلویزیون ملی این کشور که از زمان آغاز کودتا برنامه‌هایش قطع شده. مین آنگ هلانگ که قدرت را در دست گرفت
از سال 2011 مرد شماره یک ارتش میانمار بوده و در تمام این مدت در ساختار سیاسی این کشور نفوذ و قدرت داشته. او اینجا در ارتباط با فرماندهان ارشد دیده می شود. تصاویری که حدود 3 ماه پیش در آستانه انتخابات منتشر شده بود و نشانه ای بود از حضور فعال ارتش در عرصه سیاسی. حزب اتحاد همبستگی و توسعه که به عنوان مهمترین رقیب اتحادیه ملی برای دموکراسی در انتخابات پارلمانی شرکت داشت، در واقع ادامه سیاسی تشکیلاتی نظامی است که برای دهه‌های متوالی تا سال 2011 به عنوان شورای نظامی ارتش قدرت را در میانمار در دست داشت. اما این حزب در انتخابات کمتر از 10% آرا را به دست آورد. رقیب اما پیروز مسلم انتخابات بود، آنگ سان سوچی، که حزبش اتحادیه ملی برای دموکراسی بیش از 60% آرا را به دست آورد. امروز قرار بود کسانی که در این انتخابات پیروز شده بودند پارلمان جدید را تشکیل بدهند که کودتا شد و آنگ سان سوچی هم بازداشت شد. آنگ سان سوچی یک چهره بین المللی شناخته شده و برنده جایزه صلح نوبل است که به دلیل مخالفت‌هایش با حکومت نظامیان در میانمار به مدت 15 سال در حبس خانگی بوده. او از سال 2011 از حبس خانگی خارج شد و در جریان مصالحه‌ای با ارتش به شکل دوفاکتو کنترل دولت را در دست گرفت. چه بسا همین شهرت بین المللی موجب شد تا کودتای امروز با موجی گسترده از محکومیت بین المللی همراه شود. کاخ سفید در فاصله کوتاهی بعد از تایید خبر کودتا با انتشار بیانیه این اقدام را محکوم کرد و اعلام کرد که اگر لازم باشد به اقدامات ضروری دست خواهد زد. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا نیز با انتشار توییتی خواستار آزادی کسانی شد که در جریان کودتا بازداشت شدند. موضع مشابهی که ژاپن، هند و اتحادیه اروپا هم تکرار کردند. در مقابل چین که برای سالیان طولانی متحد حکومت نظامیان در میانمار محسوب می‌شد، واکنشی محتاطانه‌تر نشان داد. سخنگوی وزارت خارجه این کشور گفت که پکن متوجه تحولات در میانمار هست و امیدوار است که اختلافات به شکل مسالمت‌آمیز و بدون به خطر افتادن ثبات اجتماعی این کشور حل شود. در حال حاضر حضور نیروهای نظامی در شهرهای مختلف میانمار در خیابان کاملا محسوس است. اما در این حال به رغم اینکه آن سان سوچی از هوادارانش خواسته بود در صورت کودتا زیر بار حکومت نظامی نروند، هنوز گزارشی از درگیری در این کشور منتشر نشده. همزمان شبکه موبایل و اینترنت در میانمار با اختلال روبرو شده. کیوان حسینی، بی بی سی. صعود ناگهانی سهام شرکت نچندان سوددهی در بازار سهام آمریکا بسیار را متعجب کرد. عده‌ای در شبکه‌های اجتماعی با خرید سهام شرکت گیم‌استاپ باعث جهش چشمگیر قیمت آن شدند و به این ترتیب به یک صندوق سرمایه‌گذاری ضرر بزرگی زدند. پرهام قبادی در گزارشش نگاهی کرده به جنگ گورک‌های وال استریت و شورشیان شبکه‌های اجتماعی. سهام شرکت گیم‌استاپ، دعوا بین هسته قدرت مالی و آدم‌های عادی، یا حبابی که به دلیل خانه‌نشین شدن مردم در دوران کرونا و راه‌های ارزان خرید و فروش سهام شکل گرفته، اتفاقی رایج یا قیام مجازی فرودستان، لشکری از خریداران خرده پای سهام که در پایگاه اینترنتی ردیت همدیگر را پیدا کردند، با خرید سهام رو به افت صندوق‌های سرمایه‌گذاری وال استریت را از پا درآوردند. قیمت سهام گیم‌استاپ که بازی‌های کامپیوتری می‌فروشد سر به فلک گذاشت. قیمت هر سهام از 20 دلار ناگهان به 60 دلار و بعد به بالای 300 دلار رسید. یکی از انگیزه‌ها ظاهراً اقدام صندوق سرمایه‌گذاری به نام ملوین کپیتال بوده. ملوین روی افت سهام گیم‌استاپ شرط بسته بود. یعنی از افت قیمت سهامش سود می‌کرد. با خرید سهام گیم‌استاپ و رشد آن، ملوین ضرر کرد. خریداران آماتور یا خرده‌پا از اپلیکیشن‌های مانند رابین هود استفاده می‌کردند که خرید و فروش سهام را برای افراد غیر حرفه‌ای ممکن کرده. اما حالا با محدود کردن خرید و فروش سهام گیم‌استاپ، بعضی دست به اعتراض زدند. می‌گویند این شرکت علیه رسالت خودش عمل کرده. رابین هود کارش کمک به فرودستان است. اسمشون رابین هوده. یه جورای تناقض داره که دارن به قدرتمندها کمک میکنن.
با محدود کردن خرید و فروش سهام گیمستاپ، حالا خریداران خردپا در شبکه‌های اجتماعی دنبال جایگزین هستند. به خرید نقره رو آوردند. قیمت نقره به بیشترین میزان خود در 8 سال گذشته رسیده. یا شرکت‌های مانند نوکیا و بلک بری. وال استریت جمعه با 2% افت روز را به پایان رساند. باید دید جنگ شورشیان ردیت و گورک‌های وال استریت به کجا می‌انجامد. فرهام قبادی، بی بی سی. بابک جلیلوند، کارشناس کریپتوکارنسی و تکنولوژی بلاکچین از آمستردام با ما هستند. آقای جلیلوند، مورچگان را چوبود اتفاق، شیر ژیان را بدرانند پوست. همچین اتفاقی افتاده؟ آقای جلیلوند، متاسفانه صدای شما رو نداریم. اگر صدا رو از روی کامپیوتر خودتون یا تلفنتون خاموش کردید، لطفاً صدا رو روشن کنید. متاسفانه صدای شما رو نداریم. سعی میکنیم که این مشکل فنی رو حل بکنیم. به محض اینکه این مشکل حل بشه، حتماً با شما صحبت خواهیم کرد. آقای جلیلوند، صدا رو داریم؟ من صدای شما رو دارم. بله، صدای شما رو ما داریم. خیلی ممنون. چی باعث شده که یک دفعه این خریداران خردپا، این مورچگان در حقیقت فضای کسب و کار سهام، به این شکل حمله بکنن به یک هدف خاص؟ درست. من مجدد سلام عرض کنم خدمت شما و بیننده های محترمتون. عرضم به حضورتون که دلایل مختلفی رو داره. البته یه مقدار شاید بعد برگردیم عقب‌تر و به اتفاقاتی که بعد از 2008 افتاد، بعد از بحران 2008 و توی سال 2011-12 در واقع جنبش آکیوپای وال استریت رو ما داشتیم. این نگاهی که در واقع نسبت وال استریت وجود داره که خیلی تصمیم‌های عجیب و غریبی رو می‌گیرن که بیشتر به نفع خودشون هستش، این اعتراض نسبت به این وجود داشته. خب امروز هم با گسترش شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌هایی که مردم میتونن توش به راحتی با همدیگه ارتباط بگیرن یا نظرات خودشون رو به اشتراک بذارن، مثل ردیت که این جریان در واقع از اونجا شروع شد، امکان ایجاد اتحاد بین مردم و در واقع سرمایه‌گذارهای خرد خب خیلی راحت‌تر شده. در کنار این امکان، یک سری ابزار هم امروز در واقع هستش که تا چند سال پیش فقط در اختیار سرمایه گذارهای بزرگ بودش و امروزه خب به خصوص با گسترش بیت کوین و رمز ارزها و استفاده از این تکنولوژی، این باعث شده که مردم یاد بگیرن و برن به این سمت که مشارکت داشته باشن توی در واقع سرمایه گذاری یا جهت دادن در واقع به بازار. همه این عوامل دست تو دست هم داده و این امکان رو ایجاد کرده که این آدم ها توی در واقع ردیت توی گزارش هم بهش اشاره شد، این آدم ها همدیگر رو پیدا بکنن و بیان یک اقدام گروهی رو در واقع بر علیه وال استریت داشته باشن. من صبح رفتم توی ردیت، دیدم که همه گفتن که میخوان برن و سهام شرکت، فکر میکنم AMC رو بخرن. بله، شرکت AMC رو منم خریدم راستش بخواید. تا حالا البته چند سنت بیشتر سود نکردم. چرا اتفاقی که برای گیم استاپ افتاده برای این نیفتاده؟ ببینید، خب قرار نیستش که در واقع همیشه اگر یک اتفاقی برای یک شرکت یا در واقع برای یک پروژه میفته، برای سایرین هم این تکرار بشه. ما خیلی شبیه به این موضوع رو سال اواخر 2017 و اوایل 2018 توی بازار رمزارزها یا همون کریپتوکارنسی ها داشتیم که حالا یه مثال معروفی هم هست، آقای مک‌کافی که روی یک پروژه اومد توییت زد و اون پروژه نزدیک به 2000% در واقع، یعنی 20 برابر رشد قیمتی داشت، شاید حتی بیشتر، حالا الان دقیقا حضور ذهن ندارم، و یک موجی را افتاد که خب به طب خیلی ها ضرر کردن توی این در واقع پامپ و اصطلاحاً دامپی که اتفاق میفته، خب ممکنه خیلی ها ضرر بکنن و این تأثیرش رو به مرور از دست میده. یه صحبتی هم بود روی در واقع خود آقای ایلان ماسک که در واقع
دو تا توییت رو زدن برای دو تا پروژه این اواخر. خب صحبت این بود که آیا اگر سومیش رو هم بزنه باز این اتفاق میفته؟ احتمالاً پاسخ خیر هستش و قرار نیست این اتفاق برای همه بیفته. سرمایه‌دارهای بزرگ اینها ممکنه چطور واکنش نشون بدن؟ ممکنه که جلو این کار رو بتونن بگیرن؟ ببینید خب حتما که تلاش میکنن برای اینکه بخوان در واقع جلوی این موضوع رو بگیرن و نذارن که در واقع این اتحاد بین مردم اتفاق بیفته، اما اینکه بتونن موفق باشن یا نه اون یه موضوع دیگه است که من یه مقدار کارشون رو سخت میدونم، به خاطر اینکه ابزارهایی که عقب‌تر هم اشاره کردم، ابزارهایی که امروز هستش خب قاعدتاً دست مردم رو باز میذاره، هم برای متحد شدن هم برای متحد عمل کردن، مثل صرافی های غیر متمرکز یا ابزاری که در واقع توی فضای بلاکچین داره توسعه پیدا میکنه. اینها کمک میکنه به اینکه در واقع این گروه سرمایه گذارهای خرد یا مردم، اگر در واقع بهشون در واقع اسمش رو بذاریم، در مقابل این گرگ های وال استریت دستشون بازتر باشه و بتونن موفق‌تر عمل بکنن. بله. خب حالا این نظم سال هاست که به همین شکل در بازار سرمایه شکل گرفته، بخش بزرگی از اقتصاد کشورها هم وابسته به همین خرید و فروش ها هست. آیا این حمله کردن به این شکل باعث ایجاد بی‌نظمی در بازار و بعد پیامدهای وخیم اقتصادی نمیشه؟ خب در واقع این سوال رو باید به نظرم اینطور تحلیلش داد که آیا کارهایی که این هج فاندها یا در واقع این شرکت‌های توی وال استریت هستن انجام میدن برای اقتصاد خوبه یا نه، آیا نتیجه مثبت و خوبی رو داشته، آیا شورت کردن برای شرکت‌ها و برای بیزینس‌ها مفیده، آیا سود بردن از ضرر شرکت‌ها برای اقتصاد و مردم مفید هست یا نه. به هر حال این سوالی نیست که به راحتی بشه پاسخ داد، اما نکته‌ای که هست همین اتفاق هر روز داره میفته و تا به امروز هم میفتده، منتها تا امروز به این شکل بوده که این هج فاندها و این سرمایه گذارها در اصطلاح دور هم جمع میشدن و با همدیگه هماهنگ میکردن یا دیل میکردن برای اینکه در واقع به بازار جهت بدن، و الان این اتفاق توسط مردم افتاده و در واقع معکوسش رو انجام دادن. اگر این بد است، خب در واقع اون کاری که تا به امروز سرمایه‌دارها و در واقع هج‌فاندها انجام میدادن، خب اون هم بد است. اگر اون خوبه و در واقع به بازار آزاد اعتقاد داریم که خب این هم میلیون‌ها آدم، حالا یا صدها هزار نفر آدم تسلیم گرفتن که یک پوزیشنی رو بگیرن و یک خریدی رو بکنن روی سهام یک شرکت، نمیتونیم لزوما بگیم بد است. بسیار ممنونم از بابک جلیلوند، کارشناس کریپتوکارنسی و تکنولوژی بلاکچین. باید یادآوری بکنم که بر اساس آنچه که در این برنامه گفته شد، ما به شما توصیه نمی‌کنیم که سهامی بخرید یا وارد این نوع معاملات بشید، باید حتما با کارشناسان و کسانی که خبره هستند مشورت بکنید. به گزارش مرکز آمار ایران، میل به فرزند آوری در این کشور طی سالهای گذشته کمتر شده. رهبر ایران تا به حال چندین بار از سیاست کنترل جمعیت انتقاد کرده. آیت الله علی خامنه‌ای حتی گفته که جمعیت ایران باید دست کم 150 میلیون نفر شود. فرین عاصمی گزارش می‌دهد. با وجود همه تلاش‌ها برای افزایش جمعیت ایران، این سیاست شکست خورده. انتظار رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکان او برای افزایش فرزندآوری با عدم تمایل بیشتر مردم در مناطق شهری و روستایی مواجه شده. شاهدش هم گزارش تازه مرکز آمار ایران است. مرکز آمار میگوید در سال 95 1,528,000 نوزاد متولد شدند. در سال 98 این تعداد 1,196,000 نوزاد بوده، یعنی 332,000 کودک کمتر. تولید مثل را زیاد کنند. در 9 سال گذشته آیت الله خامنه ای بیش از 40 بار بر لزوم افزایش جمعیت ایران تاکید کرده. اولی که سیاست تهدید نسل اتخاذ شد لازم بود، لکن از اواسط دهه 70 باید متوقف میشد. اینو متوقف نکردیم، این اشتباه بود. عرض کردم مسئولین کشور در این اشتباه سهیم، من خود بنده حقیر هم در این اشتباه سهیمم.
نزدیکان و حامیان او هم تمام تلاش خود را برای تشویق مردم به داشتن فرزند بیشتر انجام دادند. از تبلیغات این چنینی در کوچه و خیابان و وبسایت‌های مختلف تا چنین مصاحبه‌هایی در رادیو و تلویزیون. اولا که 5 فرزندی از 1 فرزندی خیلی راحت تره. این من واقعا با جدیت و قاطع میگم، هم بر اساس تجربه زیستم، هم بر اساس تجربه هایی که افرادی که الان باشون سرکار داشتم، هم بر اساس مطالعات جهانی و تطبیقی. مسئله اشتغال جزو مسئله. و البته مواردی مانند ابلاغ فرمان 16 مادهی رهبر جمهوری اسلامی با عنوان سیاست‌های کلی خانواده با تاکید بر نقش مادری و خانه‌داری زنان به دستگاه‌های اجرایی. طرح موسوم به جمعیت و تعالی خانواده با هدف افزایش جمعیت و با دادن بسته‌های تشویقی مانند پرداخت وام مسکن و اولویت استخدام تلاش دیگری بود برای ترغیب به فرزندآوری. یکی دیگر از این تلاش‌ها هم پیشنهاد ممنوعیت غربالگری بود که به تازگی یک عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان از آن خبر داده. قطع برنامه‌های تنظیم خانواده و توزیع نکردن وسایل پیشگیری از بارداری در روستاها و شهرها هم از دیگر موارد در راستای سیاست فرزندآوری است. امیدوارانه با این حال تابستان امسال آقای خامنه‌ای تلویحاً به شکست سیاست‌هایش اعتراف کرد. حالا که انسان نتایج رو نگاه می‌کنه معلوم میشه که نه، خیلی این تاکیدها تأثیر زیادی نداشته. اینها احتیاج داره به قانون، احتیاج داره به دنبالگیری جدی دستگاه‌های اجرایی. مرکز آمار ایران از تغییر سن ازدواج در ایران هم خبر داده و گفته در تابستانی که گذشت بیش از 9000 دختر 10 تا 14 ساله به صورت رسمی و ثبت شده ازدواج کردند. اخیراً کمیسیون تلفیق مجلس از افزایش وام ازدواج به 100 میلیون تومان برای هر نفر خبر داده. اقدامی که بسیاری از کارشناسان آن را باعث افزایش کودک همسری می‌دانند. سال هاست که حکومت می‌خواهد بگوید فرزند کمتر زندگی بهتر نمی‌آورد و با فرزند بیشتر زندگی شادتر است. اما به نظر می‌رسد مشکلات اقتصادی و اجتماعی موجب شده بیشتر مردم خلاف این توصیه‌ها عمل کنند و زندگی شادتر را در خانواده کوچکتر جستجو کنند. فرین آسمی، BBC. روز درهای مساجد تاجیکستان بعد از حدود 9 ماه تعطیلی دوباره به روی نمازگزاران باز شد. ستاد مقابله با کرونا دلیل این تصمیم را بهبود تدریجی وضعیت همه‌گیری کرونا در این کشور اعلام کرد. همزمان تاجیکستان از سازمان بهداشت جهانی درخواست 2 میلیون دوز واکسن کرونا کرده. خبرنگار ما سهراب ضیا از دوشنبه گزارش می‌دهد. مسجدی مرکزی شهر دوشنبه پیش از نماز ظهر امروز در مقایسه با دوران قبل از کرونا اینجا مقررات بهداشتی اعمال شده، از جمله ضدی عفونی کردن دست‌ها و اندازه‌گیری دمای بدن نمازگزاران. به دلیل شیوع بیماری کووید 19 از 9 ماه بدین سو مساجد تاجیکستان بسته بودند. مقامات میگویند که این ویروس کرونا را کاملا مهار کردند و از 3 هفته بدین سو هیچ مورد جدیدی ابتلا به این ویروس در این کشور ثبت نشده است. اکنون صدها نفر امکان دارند نماز را در کنار هم در مسجدها بگذارند. شرط اصلی برای بازماندن مسجدها رعایت جدی تدابیر بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک عنوان شده. احتیاط کردند. همین 5 روز پیش رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن ارائه پیام سالانه‌اش به پارلمان در این باره اظهار نظر کرد و از مردم خواست بدون ماسک به مسجد نروند. در غیر صورت طبق قانون مجازات خواهند شد. قاعده‌های جمعیتی بهداشتی را حتما رعایت کنند. رعایت نمی‌کنند و این مسجد کار نمی‌کند. مرحمت روان طاعت عبادت میکنند، قاعده‌های بهداشتی را رعایت کنند. رعایت نمیکنند در نزد قانون جا میگیرند. بیمارستان سینای شهر دوشنبه در بهار و تابستان گذشته بخشی اعظم مراجعین این بیمارستان به کرونا مبتلا بودند. در این اواخر تشخیص های توموگرافی و آزمایش خون افراد در این بیمارستان هیچ مورد مثبت ابتلا به کرونا را ثبت نکرده است. مدیر این بیمارستان عامل اصلی از بین رفتن کرونا را مسئولیت جمعی مردم در برابر این ویروس می داند.
معلوم نیست که همین پتانسیلی که ما حاصل کردیم، مسئولیتی که حاصل کردیم، چقدر عمرش دراز است. و اون شتاموی نوی که میگن که در بریتانیا و در برزیل و اینجا پیدا شده است، تا چه اندازه اونها، یعنی که با این پتانسیل‌ها، یعنی که توبو ورند. اگر مثلا روزی شود که این پتانسیل‌ها از بین رود، مسئولیتی که در ما جمعی حاصل شد از بین رود، یا شتامی نو به این مسئولیت توبو ور نباشد، ما باز به اون مشکلی برمیخوریم. بسیاری در تاجیکستان واکسیناسیون را راهی اصلی ایمنی از ابتلای دیگر باره به ویروسی کرونا می دانند. وزارت بهداشت تاجیکستان در چارچوب مکانیزم بین المللی کوواکس از سازمان بهداشت جهانی 2 میلیون دوز واکسن درخواست کرده. و گفته مسئولان تاجیکستان از تحویل گرفتن واکسن فایزر خودداری کرده، زیرا وسایل و شرایط نگهداری آن در دمای مینهای 70 را نداشته است. همان واکسین هایی که از جانب سازمان عمومی جهانی تندرستی اعتراف میگردند به خطر هستند، اعتمادناک هستند، ثمره بخشی بلند دارند و همزمان با شرایط انتقال این واکسین از دولت استحصال کننده تا دولت استعمال کننده، مخصوصا مثلا از دیگر دولت ها به تاجیکستان، یعنی شرط های آن را بینابد گرفته، تاجیکستان تصمیم خود را نسبت به وارد کردن این یا آن نمودی واکسینا یعنی که میگیره. انتظار می رود تاجیکستان نخستین بسته های واکسن را تا پایان نیمه اول امسال وارد کند. در مرحله اول پزشکان، افراد بالای 50 سال، اشخاص دارای بیماری های مزمن، کارمندان آموزش و پرورش و دیگر نهادهای دولتی واکسن خواهند گرفت. سهراب ضیا، بی بی سی، دوشنبه. مثل همیشه برای تازه ترین ها خصوصا در زمینه کرونا به وبسایت ما مراجعه کنید. bbcpersian.com آدرس ماست. تازه ترین ها از کودتای میانمار رو هم میتونید در اونجا دنبال بکنید. مقالات، عکس‌ها و همینطور ویدیوها رو در زمینه‌های مختلف. ممنون که برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید. این برنامه و همینطور برنامه‌های قبلی ما روی وبسایت و همینطور بر روی کانال ما در یوتیوب هست.